جوان هستم در شبکه نسیم اینجا هندوانه. حالتون چطوره؟ عالی. بحبه، حال من چطوره؟ عالی. بحبه، حال خندوانه تو خونه چطوره؟ عالی. خدا رو شکر، خیلی خوشحالم که بازم دوره همین و میخواییم کیف بکنیم. دوستتون دارم. چه کتک‌کاری؟ شادی برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به همه دخترهای عزیز و محترم سرزمینم که امروز معطر به نام حضرت معصومه که سلام خدا بر او در تقویم ولادت ایشونه و روز دختر. آها، شمایی که تو همین چند وقت دختردار شدین برین کیف کنین که قراره خیلی عشق کنین. خیلی. اوف اوف، دیگه یه بار دیگه. خیلی. به به، پس به افتخار دخترای سرزمینمون. مبارکه، مبارک. خب کیا خانوادگی اومدن؟ باه باه، چه قشنگید شما ها. کیا از شهرستان اومدن؟ شهرهایی به غیر از تهران؟ بگو بینم از کجا؟ کرج. گناوه. چهارمار بختیاری. بندر گناوه. اردبیل. کرج. ورامین. اصفهان. رشت. رشت. کرج. مشهد. شهریار. رشت. کرج. اصفهان. عراق. کرج. لبنان. چه با مزه. ورامین. گناوه. آبادان. کرج. رشت. رشت. خیلی خوش اومدین، یه دستم واسه شما میزنیم. خب کمربندا رو ببندیم. دست چپ بالا، دست چپ بالا. یک دو سه. آها، خب نفس بکشید. دومی، سومی نگردم. نفس دو بابا با ابرایی کنید. نفس بگید نگردم. یک دو. حالا خیلی هم قشنگ، خیلی هم قشنگ. چراغ اضافه رو خاموش کنین. چراغ خاموش کنین. چیز مفهومی شد. یه بار بگیم ببینم من چی میشنوم. یک دو سه. چراغ خاموش کنین. مفهومه، خیلی هم مفهومه. میخوام دعوت بکنم از کمدیانمون در بخش کمدیان، در بخش ایستاده با طنز. موسیقی کمدیان.
علی بسشه بسشه آقا بسمه بسشه جنبه نداره آقا. آره بچه ها سلام سلام حال شما عالی خب خدا رو شکر بچه حال تو چطوره؟ منم عالی واقعا حال علی چطوره؟ عالی خدا رو شکر بچه ها یه واقعیت بگم من این هفته با هیچ مدیری قرار نداشتم آره نه کسی به ما زنگی زد نه قراری گذاشت واسه همین در مورد آب و برق و اینا همون چیزایی که رامبد گفت و همین روزی الان دو تا لیوان کم می‌خوریم دو تا لیوان داریم میریم تو سه تا لیوان آره دیگه داریم تو همون سه تا دیگه بچه‌ها همین اگه دعوت هم می‌کردن مدیرای چیزایی داشتم نه هیچ که بهم گفت علی جان نه فلان ناراحتی الان علی آره دیگه عادت کرده بودم به این مدیرا خب بچه‌ها من می‌خوام چون دقیقاً 24 سال پیش عین همچی روزی من رفتم خدمت میخوام خاطر خدمت تعریف کنم با اجازتون خوبه؟ بله خب و یکی از همخدمتی‌های عزیز من که از روز اول آموزشی تا روز آخر خدمت با من بود و من 1001 بلا سر این آدم آوردم و طفلک به خاطر من حداقل فکر کنم 10 بار کتک خورد توی خدمتم دعوتش کردم بیاد حالا وسط خودش خودشو نشون میده آقا آموزشی تمام شد و بذار تکلیفمون روشن کنیم ها یا نه آره دیگه روشنش کنیم آقا ابوالفضل ابوالفضلی که اینقدر داشت تعریف می‌کردن الان اومده آقا روزهای آخر آموزشی به ما یه وسیله‌ای دادن به اسم کیسه انفرادی و سرگروهبان شروع کرد در مورد اهمیت کیسه انفرادی صحبت کردن که آقا کیسه انفرادی اینقدر در سربازی مهمه که اگر گم بشه اگر فلان بشه ال میشین بل میشین فلان میشین این در حد یک اسلحه کیسه انفرادی رو واسه ما بزرگ کرد خیلی اهمیت داشت یعنی واقعا ما همونقدر که حواسمون به جونمون بود حواسمون به کیسه انفرادیمون هم بود حالا چیزی هم نبود یه کیسه معمولی بود حالا که بزرگ شدیم میفهمیم آقا آموزشی تموم شد یه پسری بود ما از روز اول آموزشی می‌خواستیم بزنیمش یعنی اصلا یک مدل یه مدلی بود از اینایی هستن که به قول ما مشهدی ها خودشون خیلی خنک میکنن واسه یه سر گروبان اینا خلاصه نمیشد توی آموزشی هم نمیشد چرا میگه چاپلوسی میکرد؟ خیلی آره دیگه اصلا من هر کاری میکردم میرم خبر میداد اینا آها ما خلاصه نمیشد تو آموزشی هم ابوالفضل میدونه نمیشد با کسی دعوا کنی دعوا کردی بعد میرفتی بازداشتگاه اوه. چون یه دو بار رفتم بازداشتگاه دیگه نمیخواستم دفعه سوم بشه اینا رو همین حساب گفتم آقا بهترین موقعی که اینو من بزنم اینه که آقا زمانی که از پادگان صف 4 داریم میایم تقسیم میشیم یه جای گیرش بیاریم خلاصه این سه ماهی که اذیت شدیم و تلافیش در بیاریم آقا اومدیم و رسیدیم راهن مشهد و یک گردان سرباز بودیم یعنی 1200 تا سرباز 1200 تا هم کیسه انفرادی رو دوشمون که خیلی مهم بود بعضی اینجوری کیسه انفرادی رو گرفته بودن بغلشون خلاصه هیچ رسیدیم و سرگروهبانا گفتن آقا ما 4 ساعت دیگه حرکت قطاره و اونایی که قراره بیافتن مثلا خوزستان تا تهران همه با همیم یه عده که میرن خوزستان یه عده هم که میریم طرف تبریز و شمال غرب کشور این پسر هم دقیقا میافتاد شمال غرب کشور گفتیم آقا تنها جایی که میشه با این تصفیه حساب کرد همین جاهاست دیگه آقا این پسرم از اونجایی که به قول ما خنوک سرگروهبان بود از کنار سرگروهبان تکون نمیخورد اصلا مهلت نمیداد که با یه دقیقه بگیم یه دقیقه پسر جان بیا کار درم نمیشد اصلا آقا دیگه تو این هیروویر بودیم اینا گفتم آقا تنها کاری که میتونم بکنم یک ضربه اساسی بهش بزنم کیسه انفرادیشو بردارم آقا 1200 تا کیسه انفرادی رو هم گذاشته بودن چون گفتن آقا کیسه انفرادی رو هم بزنین رو هم که چیز نشه دور تا دورم نگهبان گذاشته بودن و گفتن 4 تا دیگه که خواستیم حرکت کنیم چیز میکنیم بیان کیسه انفرادیاتونو برداریم ببخشید خلاص آقا ما تو یک موقعیت خیلی استثنایی کیسه انفرادی بنده خدا رو برداشتیم و بدو بدو سمت قطار به جان خودم یک جوری پریدم تو قطار هنوز خودم باورم نمیشه چی جوری از تو شیشه این قدیم با دو تا کیسه انفرادی تو دو تا آره که مال خودم بوده که مال همون بنده خدا بود گفتم جان دیگه گریه بکنه دیگه حسابی خب ابوالفضل با من یک جا بودیم دیگه آقا هی ابوالفضل نیومد ابوالفضل نیومد
از این ورا هم گفتن قطار میخواد حرکت کنه، گفتم خدایا ابوالفضل برشینیم بیاد. بودو بودو اومدم کیسه انفرادی رو زیر اون صندلیا گذاشتم، بودو اومدم تو محوطه راهن مشهد، دیدم ابوالفضل اینجوریه داره میگرده، گفتم ابوالفضل ابوالفضل. گفت چیه؟ گفتم داره گریه میکنه. گفتم ابوالفضل چه گریه میکنی؟ گفت کیسه انفرادی رو بردن. گفتم بیا تو کاری نباشه با مو. گفت علی کیسه انفرادی رو گم کردم، میفهمی یعنی چیه؟ گفتم ابوالفضل میفهمم یعنی چیه، تو بیا کار نباشه. گفت علی من نمیام، من دیگه خدمت نمیام، من کیسه انفرادی گم کردم. گفتم ابوالفضل چرا نمیفهمی؟ میگم بیا الان داره قطار از این برم قطاره سود میزد. ببین لحظه ای ما ابوالفضل رسیدیم که اینجور دست هم گرفته بودیم دنبال قطار، اینجوری مثل این فیلم ها پریدیم تو قطار. این تو قطار رو ابوالفضل گفت آقا جان تهش اینه که من کیسه انفرادی میدم به تو دیگه. گفت خیلی مردی داشت علی. گفتم داشت نو کردم رفاقت یعنی همین دیگه. خلاصه گفت بیا چی نگو ببریم تو کوپه. منم یک کوپه رو کلا واسه خودمون دوتا گرفته بودم، در وا کردم بستم و گفتم ابوالفضل هیچ چی نمیگی، کیسه انفرادی و پسره بودش که مخواستم از اول خدمت بزنمش. رفتم از زیر رو بردم گفتم چیت اینم کیسه انفرادی و هرچی توش بود نسرس بکنه. قفلش شکستم تق در واقع گفتم یک پتو از تو یک پتو از ما، یک ملافه از تو یک ملافه از ما، رو بالشی مال تو داداش، واکس مال تو، چرتکه مال تو. رسیدیم به لباسهای شخصی، یک پیرن در بودم گفتم ایره که ببخشید سگ تنش نمیکنه ولش کن بذارم شما. یا ابوالفضل گفت یه دقیقه باش سبینا کرده گفت چی؟ گفت ولی که کیسه انفرادی مویه. بلندش کرد میگاشن دیز دیز نشته ابوالفضل نصرآبادی. گفت تو بین 1200 کیسه انفرادی بعد کیسه انفرادی ما رو برداری آخه. ما 2 ساعت دارم گریه میکنم بیرون، دارم خدمتمو ول کردم. گفتم واسه ما فکر کردم به خدا مال اوی آخه، او کنارش نشسته بود، او تو بغلش گرفته بود. نگو همینجوری مثلا دستش روی کیسه انفرادی ابوالفضل گذاشته بود، ما فکر میکردم کیسه انفرادی اونه دیگه. خلاصه اینجوری شد که ابوالفضل هم یک کیسه انفرادی شد. خب ابوالفضل چی داری از علی بگی؟ به نام خدا دیگه 2 سال خدمت ما با هم بودیم دیگه، آموزشی خیلی تنبیه شدیم با هم دیگه، یعنی دور تا دور آسایشگاه ما با سیخ کبریت تا صبح درست مگه میگفتیم؟ مثلا میگفتن اشتباس باز دوباره میاد اصلا میگفتیم اینطوری دیگه، آفتابت سر دستشویی دیگه لریقا نگفتی دیگه، اون داره همش باید امضا میگرفتیم از راست نظام میدادیم و مسئول دستویرم سپرده بودن میگفتن که مثلا این داره اصلا امضا نکن کف دستشو، هرچند ما بهش میگفتیم آقا امضا کن بذار ما بریم بگیم، استاد میگفت نه تا خوب چیز نکنین آفتابا رو از راست نظام ندین. آفتابه ها رو آره. ابوالفضل واقعا مظلوم ترین سرباز هم آموزشی بود هم قرارگاه بود، یعنی بچهای آموزشی و چیز رو اسم ابوالفضل قسم میخورن اینقدر خوب، ولی تنها بدشانسی که آورده رفیق من بود، یعنی تمام جدی تمام تنبیه هایی که ابوالفضل توی آموزشی و بعد از اون شد همش چوب این بود که با من رفیق بود و کنار من بود، یعنی بدبخت میگفتن بیا اینجا بغل دستیدم بیاد ابوالفضل، بعد اینکه چی نمیگو آقای تقصیر من با تقصیر نداشتم ابوالفضل هم میامد تو تنبیه شدیم، نمیگوزی تقصیر این نیست؟ چی؟ نمیگوزی تقصیر نه دیگه میگوزی ابوالفضل رفیقیم دیگه همه تو خوشی ها باشیم با هم باش کنار من باش. آره اصلا ما 3 روز چیز یه هفته اولی که رفتیم قرارگاه و تو یه هفته چند تا دعوا کردم تو قرارگاه؟ تو قرارگاه 3 تا 4 تا دعوا کردی دیگه دقیقا. بعد ابوالفضل هم مجبور بیاد بپره وسط میگه خب علی چرا من بعد با تو بعد واقعا روزی که تقسیمون میکردن که ما بیافتیم پشتیبانی یا دژبان ابوالفضل حاضر شد بره دژبان ولی با من هم بگه بقیه خدمت یه جا نباشیم، گفت علی جدی ناراحت نشیم من اگه بخوام با تو باشم به جای 24 بعد 48 ما خدمت بلکن دیگه ابوالفضل نجات پیدا کرد. علی دیگه واقعا چیز نمیکنی دیگه دعوای اینا نمیکنی؟ نه من خدایی اینو جدی دارم میگم بعد از خدمت خیلی خوبه، من بعد از خدمت دیگه واقعا با هیچ یعنی الان یکم تو خیابون بزنی تو گوشم میگم چرا زدی چرا زدی نه واقعا بعد از خدمت دیگه آدم شدم، واقعا خدمت
میگن آدمو آدم میکنه، یعنی آدمای مثل من آدم میکنه. واقعا خیلی خوب شدم. الف از بگو دیگه، الف از خوبیام بگو. حالا جریان دور سینما میچرخیدم گفتی؟ بابا نگو دیگه. بس بگم یا نگم؟ بگو دیگه، اونم تو بگو. تنبیه کردن کل گروهان و سینمای بیرجن داخل پادگان، گفتم باید دور بزنیم. ما دو دور سه دور زدیم خسته شدیم. علی گفت اول بیا خودمون رو قایم کنیم. دور آخر که شد با بقیه بعد سربازا بریم اونجا دیگه وایسیم. گفتیم باشه. دور سوم که زدیم قایم شدیم، دیدیم اصلا سربازا نیومدن. همه مونده بودن. دیگه من به خط گفتم هر چی با علی نشستیم بیان که قاطی سربازا بشیم بریم اونجا به خط بشیم. نیومد. رفتیم جلو گروه ما دوباره مجدداً تنبیهمون کردن. آها دور آخر گفته بودن نزنن. نه آره دیگه به اونا گفتم بس دیگه. ما فکر کردیم مثلا آخه ببین اونجا دیگه زیر 10 دور چیز نبود دیگه، تنبیه نبود. نگو بعد شانسی ما اون روز دور سوم مثلا دلش تو گروه وایسیم. وای وایسادیم دیدیم بچه‌ها نمیان نمیان نمیان. نیم ساعت شد 45 دقیقه شد گفتم بچه نمیان. یواش رفتیم خشای همه وایسادن تا ما رو دیدن گفتم بیا ببینم. قشنگ 10 دور دو تایی بعد دیدم بیا. آره دیگه 10 دور دو تایی دور سینما رو دیدم و واقعا نگاه می‌کردن. مرسی آقا. بله آقا زفا آقا نگرش دار. بله خدافظی نکرد. خدافظی علی جان. خدا چرا دلیل ما رو بیرون بکنه؟ خدا به همراهت علی. بچه‌ها خداحافظ. ابوالفضل ببخشید تو رو خدا. بده بشه علی جان. جاکرم خداحافظ. ابوالفضل پیر شد تو. آقای شاه حسینی. بله جانم. بله جانم چیه بیا دیگه. چرا تو در قابلمه میاری؟ چون آشپزی میکردم. آشپزی چی میکردی؟ کیک میپزم. کیک تولد. کیک تولد میپزی برای چی؟ تولد هم میپزی. نه تولدت مبارک. مرسی بچه. بگیم شاه حسینی تولدت مبارک. یک دو سه. شاه حسینی تولدت مبارک. شاه حسینی کیک رو باید بیار همه بخوریم. بله بله چشم. برای همه به اندازه همه داری درست میکنی دیگه. دیگه همه همه نه ولی درست میکنی. نه همه همه چیه؟ همه همه نه چیه؟ برای همه یک کیکی درست کن همه بتونن ازش میل کنن. بله چشم. آره بوده ببینم. بله. مبارکت باشه. مرسی. خب مسابقه پیامکی. ببینم چی گفتیم این تو. آها یه روز یه شمالیه از بس که درک درستی از شوخ طبعی داشت همیشه حرف حق رو با زبون طنز میزد. به قول خودش یک دهان دارم دو تا دندان لق میزنم تا زنده هستم حرف حق. به نظرتون این کدوم یک از این آقایونه؟ یک عمران صلاحی، دو کیومرث صابری فومنی. اگر با عمران صلاحی موافقید عدد یک رو به 3500 ارسال کنید، اگر با آقای کیومرث صابری فومنی موافقید عدد دو رو ارسال بکنید و میدونین که هر شب یک نفر طی قرعه کشی یک عدد کارت هدیه 500 هزار تومانی میگیره. بریم بیه. نه؟ کلمه هم بستیم دیگه نه؟ یک دو سه. خب یه روز یه لوره با احساس و شاعر میره هنرپیشه میشه. فقط قبول میکنه که نقش بچه ها و مجنون ها رو بازی کنه. وقتی ازش میپرسن چرا؟ میگه چون بچه ها و مجنون ها پاکترین آدم های روی زمینن. حالا اون رفته و نقش ها و سروده های پر از احساس پاکش
برامون مونده. چه مهمانان بی درد سری هستند مردگان، نه به دستی ظرفی را چرک می کنند، نه به حرفی دلی را آلوده، تنها به شمعی قانند و اندکی سکوت. و این لور کیه؟ حسین پناهی. مرحوم حسین پناهی. یه کتاب خیلی باحاله، جای انگشتم موند اینجا، به اسم یه روز یه. یه روز یه تهرونیه، یه روز یه کاشونیه، یه روز یه اصفهانیه، یه روز یه رشتیه، یه روز یه کرمانیه، یه روز یه قزوینیه، یه روز یه ترکه، یه روز یه عراقیه، شیرازیه، قومیه، لوره، زنجانیه، سیستانیه، مشهدیه، آبادانیه، شمالیه. و قضیهش اینه که تمام مفاخر مملکتمون در شاخه های مختلف، در دوره های مختلف تو این کتاب به گونه ای جمع شدن. و این کتاب وقتی که ما یک لطیفه هایی داریم میگیم یه روز یه ترکیه، یه روز یه رشتیه، یه روز یه اصفهانیه، یه روز فلان، این کتاب باعث میشه که ما ببینیم چقدر شهرهای محترم این مملکت آدمهای بزرگی رو تو خودشون پروروندن. و چیز باحال اینجاست که یک آینه داره که وقتی بازش میکنی خودتو توش میبینی و زیرش نوشته خوب نگاه کن، تو نیز یکی از آنهایی. ما هم میتونیم افتخار مملکتمون باشیم و افتخار مردممون، افتخار این کتاب و همه مفاخر. خب و بریم و بیایم. سلام عرض میکنم به علاقمندان به ورزش خوب توپ و تور و یک بازی جذاب دیگه از سری مسابقات توپ و تور. یه سری صدای خنده میاد که انگار در ورزشگاه از قبل که ما حضور داشته باشیم حضور دارن و شاهد ورزش زیبا و جذاب توپ و تور هستن. داور معروف و سرشناس رو میبینی که داره توپ آماده میکنه تا ببینه که اگر بشه یه جای خوب واسش بده، میگه این ور بذارم، میگه خوب نیست، این ور بذارم، کجا بذارم توپو، کجا بکاره توپو خوبه، نمیدونه هنوز، میگه یه جا باید بذارم. یه دورخیزی میگیره، به عقب میره و استایل همیشگی و خوب خودشو میگیره و بیشباهت بیا میگه دستت انداختم، میگه نخند، به منم میگه نخند، میگه تو هم نخند، میگه شوخی نداریم که، میگه یه توپ دارم قلقلیه. میگه کی میدونه این توپ قلقلیه؟ آیا این توپ قلقلی هست یا نه؟ کی میگه قلقلیه؟ بله شما همه. بگو قلقلیه؟ بله. میگه شما نباید اصلا بگی قلقلیه؟ نگفتم چه چیزی. میگه کی گفتم چه چیزی؟ میگه کی گفتم چه چیزی؟ میگه چیه؟ کیا؟ میگه تو قلقلی نیست. چرا هست؟ سرخ و سفید آبیه؟ نه آبی نیست. مثلا وقتی آبی نیست مثلا لزومی نداره شما بیاید تو زمین. آبی مشکیه، سفید آبی نیست، سرخ و سفید آبی نیست. ولی سفید آبی هست. سفید آبی هست و اتفاقا رامبد جوان هم در بین تماشاگران نشسته و قبل از ورود داور یه لحظه نیم نگاهی میندازه، نمیشناسه رامبد جوانو. میگه شما اینجا چیکار میکنی؟ رامبد داره دست تکون میده، میگه خوشحالم که تو ورزشگاهم و میخوام شاهد بازی باشم. میگه میزنیم زمین هوا میره، میگه بزنیم ببینیم هوا میره یا نه. میگه اه. میگه کو؟ میگه نرف هوا. میگه حالا فهمیدم که ورزشی که میخوام بگیم فوتساله، فوتبال نیست، چون توپش تنبله، توپ تنبل هوا نمیره، رو زمینه، شوخی بردارم نیست، همینجا میمونه، بازی باید باش بکنی، بری باش حالا هر کاری که میشه کرد، برو مثلا اینجوری. خب میگه نمیدونه تا کجا میره. میگه کی میدونه تا کجا میره؟ میگه شما بگو، بگو، بگو تا کجا میره؟ میگه نه بابا. میگه برو بیرون. میگه کارت ندارم ولی میتونم ببرم بیرون. میگه کی میدونه دیگه؟ چی رو باید بگیم؟ کی میدونه؟ میگه تو هم برو بیرون. چی گفتی؟ تو دروازه استشام کنی. تو دروازه؟ چا وا کنن؟ میگه نه نمیشه چا وا کرد. برو بیرون. شما میگه چی؟ تا هوا میره ولی تا هوا نمیره. نمیدونی تا کجا میره. مشکل منم همینه. سالهاست نشستم و نفهمیدم تو تا کجا میره. عجیب این داور درگیر فلسفه و منطقه این رشته هستش. میگه من توپو نداشتم. میگه من از قدیم توپو نداشتم. کو الان من ندارم. میگه من توپو نداشتم. مشقابم ولی خوب نوشتم. میگه مشقابم خوب نوشتم که بابای من به من عیدی داده. کو توپه، توپر پیدا کنه. میره توپر پیدا کنه.
میگه اینو من به خاطر مشق نوشتن خوبم از بچگی عیده گرفتم از پدرم. میگه این توپو شما کی گرفتی مثلا؟ میگه بگو تو بگو. نه ماما توپ نمیده. نه راما جوانم دوست دارید چی باید بگم؟ همش بپرسه چی باید بگم. میگه عجیبه موضوع به این پیدایی و اصلا نمیفهمم منطقی این ماجرا چیه. من چی رو باید الان از شما از من نداشت مشقام خوب نوشتم. خب باباش مشقات خوب نوشتی؟ باباش بهش عیدی داده؟ میگه بابا میگه چی داره میگی؟ نفهمیدم. نه اصلا نفهمیدم. میگه برو بیرون عزیزم. ولی میگه من اعصاب ندارم. میگه اعصاب دارم ولش کن. خیلی کارتون زشته. میگه اعصاب دارم پشموش خودت. اینجا دعوا نمیکنیم ما. میگه دعوا نمیکنیم. میگه پس حداقل بعد از بازی بیا یه مصاحبه خوبی باید گزارش کرد بکن. باشه حداقل قول به ما بده. خیلی خوب چشم. میگه داشه چشم. بله چشم. میگه خواهش میکنم. بله بله. میگه تمنا میکنم. بله بله حتما. میگه مرسی. میگه بفرما. میگه اصلا میخوای شما بره بالا بیا پایین چیکار کنم؟ میگه دست بزن. یه تو قلقلیو بدین بهشون تا خوشحال شده که تو به قلقلیو بده به رامبد جوان. خیلی هم ممنونم ازت. میگه خیلیش ممنونم ازت. بهشون بگین خیلی تشکر میکنم. میگه خیلی تشکر میکنم. میگه منم همینطور سعادتی شده. قربون شما. بگین روشونو میبوسم. میگه روتونو میبوسم. میگه منم میبوسم. میگه بوس نثار تو. به به دستشون درد نکنه. دستشون درد نکنه. میتونم برم بپرسین میتونم برم پایین بشینم؟ میگم میخوام برم پایین بشینم. میگه نه دیگه اومدی رفیق شدیم با هم باید صحبت کنی. خب الان دیگه چیکار کنم من الان؟ بپرسین چیکار باید بکنم؟ میگه چیکار کنم الان؟ ادای من این وسط بی تقصیرم. یه چیزی گفته شده بین تو. نه به نظرم اصلا بی تقصیر نیستی. من بی تقصیر در گوشم میگم. میگه نمیفهمم. میگه نباید اینجوری رفتار میکردی. شما مجری و کارگردان و بازیگر نمونه ورزنده. خیلی خوب چشم الان بگین چیکار کنم. میگه چشم الان چه کار کنم. بابا بازیتون رو داشتین انجام داشتین سخنرانی میکردین راجع به این شعر و این بله. داور و این توپ. میگه یه توپ قلقلی داد. میگه خلاصه من از اول مجموع. میگه مشقام خوب نوشتم بابام به من عیدی داد یه توپ قلقلی داد و سلام نام تمام. به به صحبتی هم نیست. با شما هم دوستیم شما هم دوست دارین. خیلی خوشحال شدم. اگرم سوء تفاهم شده ببخشید. قربون شما خیلی خوشحال شدم. متشکرم. قربون شما سلامت باشید. ممنونم. تشریف کنید. کتاب. داور دوباره داره جای دنبال جای توپ می‌گرده. دنبال توپ می‌گرده. چی بگم؟ خود بزن، خود بزن اون. بریم بیایم. یک دو سه بریم بیایم. خب میخواییم مسابقه داخل استودیو رو برگزار بکنیم و ببینم کی جایزه میگیره و اینکه آقایون رو پنج نفر رو شماره شون رو در میارم از این تو میرن اونجا یک دقیقه وقت دارن که سوزنهایی که اونجا وجود داره رو نخ کنن. 10 تا قرقره و سوزن اونجا وجود داره. آماده ای؟ یک دو سه بریم. شماره 83 شماره 82 شماره 47 شماره 78 شماره 70 سه دست نگهداری دست نگهداری بخون مردون داری احزاد سانه هست حسین بیگلری هست همین شفیعی هست داوود جهانگیری هست تقی برجی هست یه دونه و دو تا سه تا باری کرده یک دو تا برجی و بیگلری یه دونه
مبارکه. ای مرد نه اشتباه گفتم پس است بفرد تشمیقشون کنی. بریم برای مسابقه خانم ها. بریم بیایم. شماره 12. شماره 31. شماره 11. شماره 2. 28. یک، دو، سه. دست نگه دارید. یک، دو، چندشون قبوله دیگه. سه تا. دوتا. او چهار تا. چهار تا. شیش تا. یکی. دوتا. مبارک. یک دو سه چهار پنج. اینم شیش. تکریم. خودتون معرفی کنیم. مبینا لیبنی. فاطمه حسین. زهرا حسین. خواهری الهام افتر نگر سادت آشنی. تقدیم میکنیم به خانم آشنی. یک دو سه همه ما توی فیلم‌ها می‌بینیم که یه قهرمانی وجود داره که تا آخر فیلم باهاش همراه میشیم و وقتی که شاده باهاش شادی میکنیم، وقتی غمگینه باهاش ناراحت میشیم، وقتی میجنگه و مبارزه میکنه ما هم باهاش در کنارش هیجان زده میشیم. مهمان این بار خندوانه ما یک قهرمانه، کسیه که بارها و بارها و بارها توی زمین فوتسال جنگیده و ما رو با خودش تا آخر همراه کرده که شادی پیروزیش رو با ما تقسیم بکنه. میخوام دعوت بکنم از جناب آقای وحید شمسایی. سلام وحید. خیلی خوشحالم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز، دوستان. خیلی خوشحالم که اینجام و باعث افتخاره. مخلصیم. ما هم خیلی خوشحالیم تا اینجا. وحید، گل زدن چه حسی داره؟ خیلی خوشحال کننده است برای من. من چه جوریه؟ من اصلا عادت کردم به گل زدن. حتی آره، مثلا تو خیابون راه میری باید گل بزنی. نه روزی چهار نوبت باید گل بزنه و اینه شب نمیشه. چرا اینجوری شدم روز گل نزدم چند تو؟ خب تمرینم که مثلا شروع میشه توپو ور میدارم، هیچ کسم تو گل نمیزنم سمت گل. آها، این باعث نشاط میشه. توپ و دروازه اصلا دوست داشتنیه دیگه، اون نمیشه وصفش کرد به خاطر اینکه خیلی موقع باعث خوشحالی شده، خیلی موقع از جلوگیری از یه باخت بوده
و دوست داشتنیه. بچه ما عادت کردیم دیگه. آره تو دیگه واقعا عادت کردی. چند تا گل زدی به شکل رسمی؟ گل رسمی که الان آقای گل جهانم 392 تا. ماشاءالله. جان من، جان من کیف نداره هموطنمون، هم عصرمون، رفیقمون، قهرمانه، یعنی آقای گل جهانه، این کیف نداره؟ بذار ماچت کنم. آقای گل جهان ماچ نکرده بودم. مزه داد. مخلصم. خیلی ممنونم. گل خوردینم. گل خوردین چه حالی پیدا میکنی؟ سخته دیگه. گل خوردن سخته. میریزه اعصابت به هم؟ جوانتر بودم آره. ولی هرچی گذشت تجربه هم بیشتر شد. آها. سری سعی کردم که به خودمون بیاییم و... آه. چون میدونی به هم ریختن فایده نداره. نه دیگه. به هم میریزه. سیستم تیم به هم میریزه. و شاید یه کاری بخوای خودت بکنی و باعث ضرر بشه به تیمت. آها، یعنی بخوای یه نفره جبرانش بکنی؟ چه نمیشه. نمیشه. همچنان باید اون تعادل و تیم رو حفظ کرد. این خیلی موضوع مهمیه. چه جوری مسلط میشی؟ چه جوری ببین اون موقع مسلط نبودی، الان مسلطی. تجربه کمک کرده. چی به خودت یادآوری میکنی؟ اون لحظه که مثلا گل حالا به عنوان مربی یا به عنوان بازیکن تو زمین، کاپیتان، تیم گل میخوره عقبین. حالا موقعی که جوان‌تر بودم منتظر بودم که بزرگترم سری با هم صحبت کنه. وقتی خب کاپیتان تیم ملی شدم بلافاصله من بعد بازیکن‌ها رو جمع و جور چی میگی بهشون؟ تموم شد از الان دوباره ادامه داره بازی و میتونیم تلاش کنیم و بهش برسیم. حتی من به بچه‌هام الان مربی بازیکنم هستم. آره مربی بازیکنی تو. به بچه‌هام قبل که بازی شروع شه میگم شوشت بازی الان شروعش گل بخوریم، یعنی یه مرد توپو برمی‌داریم می‌ذاریم ادامه میدیم تا تش تلاش میکنیم و تا آخرین لحظه از خودمون راضی باشیم. حالا بردیم که خدا رو شکر، نبردیم هم باز خدا رو شکر، ولی دیگه تلاشمون رو کردیم. کوتاهی نکنیم اصلا. خیلی مهمه این انرژی دادن به تیم و حالا بعضی وقت آدم به خودش. این مهمه که تو اون لحظه بگی آخر خب گل خوردیم تموم شد، از اینجا به بعد دوباره از اول با قدرت شروع می‌کنیم. یعنی اگه این نباشه که خب قطعا به لحاظ انرژی و انگیزه ای افت میکنی. وای وای وای. بعد یه دونه شده این اتفاق دوسته. نه؟ خیلی موقع شده، خیلی موقع شده که دیگه زورمون نرسیده. آه. هیچ کاریش هم نمیشد کرد و بیکاری هم نمیشه. فقط گفتیم آبرو حفظ شه، بدتر از بد نشه. آخ آخ آخ. بیشترین تعداد گلی که توی بازی زدین، هم خودت زدی هم تیم زده، توی بازی چند تا بوده؟ 180 تا؟ توی رده ملی من توی یه دونه بازی 9 تا گل زدم. بعد یه دفعه هم سنگاپور. و اون بازی رو 9 چند بردین یا چند بردین؟ بازی رو 24 تا زدیم به سنگاپور. خیلی سال پیش. خوشحالم الان سنگاپوری نیستم. خب و ولی بعدش دیگه اینقدر اینا رفتن کار کردن که دیگه اینقدر گل نخورن دیگه. آره. الان دیگه 24 چند زدین؟ 24 هیچ. البته یه بار تیم ملی من توش نبودم، 36 هیچ هم اینا رو برده بودن. 36 به 24 رسید، به 18 هم رسیده، به 15 هم رسیده. آها. تلاش میکنن کمتر. باری کلا دمشون گرم دارن تلاش میکنن. ولی خب ما باید تلاش کنیم. توی بازی چند تا گل خوردین؟ بازی که باخته باشین؟ من ایتالیا که بازی میکردم لاتسیو بازی کردیم، یه با اینکه تیم دوم جدولم بودیم از تیم ششم 8-4 باختیم، یعنی بیشترین گلی که خوردیم تو ایتالیا لاتسیو. چه حالی داشتیم؟ اصلا عجیب غریب. حالا اونا خیلی حرفه‌ای تر از ما فکر میکنن، خیلی زود تموم شد، ولی من یه دو سه روزی خوابم نمیبرد تا بازی برسه. این احساسی بودن ما یه خود اذیت میکنه. چی یاد گرفتی از اونور؟ تلاش. از آدمای خارج از ایران؟ بله بله. تلاش میکنن و من یه خاطره میتونم ازش بگم. آره حتما. من وارد لاتسیو شدم روم، خب تیم بزرگ ایتالیا بود و روز اول این کسی که میومد کارهای ما رو میکرد گفتش که سایز پات چیه، سایز مثلا لباست فلان، گفت اینجوری. بعد منو برد توی فروشگاه، من یه کفش انتخاب کردم اومدم خونه. شب شدن زنگ زدن و 10 تا کفش واسه من آوردن. بعد من گفتم که من 10 تا به دردم نمیخوره، دو تا باشه، یه دونه واسه بازی کردن، یه دونه واسه تمرین کردن، یه دونه هم کناری.
گفت اینجا اگه بگیری نمیگن چه آدم بدی هستی، نگیری هم نمیگن که چه آدم خوبی هستی، پس این برای توه و واسه اون موقعیتت فرق نمیکنه، ده تا کفش باشه که اندازه توه بعد بگیری و واسه اون کارت بعد تلاش کنی. و منم از اون روز فهمیدم که اینجا بعد تلاش کنی بابت کاری که انجام میدی و بعد سختیشو بکشی. دقیقا من از صبح 9 صبح ماشین میامد دنبالم، من میبردن تمرین، صبحونه، تمرین، نهار، بعد از ظهرش تمرین، شب یه خونه. یعنی ما کاملا درگیر باشگاه بودیم هر روز. هر روز. و اینجوری زندگی میکنن آیا؟ دیگه اونجا اینجوری بودش دیگه، سخت بود دیگه، واسه ما سخت بود. میفهمم. خودت وحید از چند سالگی فهمیدی فوتبالیستی؟ من از چند سالگی فهمیدی دیگه باید فوتبالیست باشی؟ ما خانواده‌مون خانواده خیلی ورزشی فوتبالی بود. من بابام استقلالی دو آتیشه بود. آها. مادرم پرسپولیسی بود. ای چه بامزه. بعد داداشم شد پرسپولیسی، خواهرم شد استقلالی. خب جالب بود یعنی. بعد من داییام خیلی خوب فوتبال بازی می‌کردن. یه خورده ارسی هم هست. بعد که داییم رفت دکتر شد و رفت خارج از کشور، اصلا دیگه بازی نکرد. خب بعد من آدم رویا پردازی هم بودم، یعنی یادمه که تو محلمون می‌خواستم مثلا مادرم میگه برو دو تا نون بگیر، احساس می‌کردم یه جمعیتی داره منو تشویق می‌کنه. یه خورده آره واقعا هم همین کارا رو می‌کردم. ماما نون. رویا پرداز بودم، دوست داشتم. بعد خب اخوی من فوتبالیست بودش و نگاه بهش می‌کردم. بله من بچه کوچیک خانواده بودم، اخوی من فوتبالیست بودش، بهش نگاه کردم، علاقه من شدم. وارد مدرسه که شدم سری من شدم تو تیم مدرسه و منتخب مدرسه. و اصلا موقعم گل می‌زدی تو مدرسه؟ آره اصلا ذاتن گل زدن رو دوست داشتم. بعد به خیلی هم نگاه میکردم اون موقع، مثلا اون موقع فرشاد پیوس گلزن بود. آره. بعد فرشاد آقای گل میگفت. آره. احساس میکنم خودم رو دارن تشویق میکنن. میرفتم میدیدم بازیشونو، بعد آقا فرشاد که گل میزد من لذت میبردم. و این خدا لطف کرد بهم، خودم شدم گلزن. همین اتفاق واسه خودم افتاد تو AFC، تو ایتالیا. تو ایتالیا بهم گفتن سینیور دلگل، آقای گل. تو AFC به من میگن سلطان گل. و اگه بهتون بگم که با گل زدن زندگی میکنم، آخرش هم اینه که تو 40 سالگی 3 روز قبل شدم بهترین بازیکن با آقای گل آسیا. بله ماشاءالله. چیزه حوصله آدم سر میره، اینقدر هی موفقیت پشت موفقیت، آدم هی باید دست بزنی نرف بزن. خب بگو بینیم، همینجوری بگو ما دست میزنیم. البته آقا رامبود من سختی های زیادی کشیدم. معلومه خیلی زیاد. بگو. و من خب رده نوجوانان جوانان فوتبال بازی میکردم، بعد یه دردی تو پام اومد که مجبور شدم مثلا 3-4 سال بازی نکنم تو اوج جوانی. و وزنم شد 105-6 کیلو. از چند کیلو؟ از 72 مثلا 1 کیلو کیلو رسیدم به 106-107 کیلو و مجبور شدم که این وزنو کم کنم. من فکر میکنم که اون روزای سخت میاد تو ذهنم، دیگه نمیذارم خیلی راحت برگردم به اون موقعیت. و چیکار میکنی؟ من الان از سال 78 شهریور 78 تا الان لب به یه دونه برنج نزدم و لب به نوشابه نزدم، شیرینی نمیخورم، خیلی دقت میکنم به یه مگس داره دور بر تو میچرخه، اعصاب منو به هم بزنه. برو عزیزم، برو برو قربونه، برو قهرمان دیده دیگه میخواد سلفی داره میگیره. خب بعد دیگه سر همین دقت میکنم که وزنم بالا نره. تو برف و بارون و گرما میرفتم تمرین میکردم. وحید من اگه بخوام که مثلا 7-8 کیلو، الان من به نظرت من چند کیلو هم؟ شما الان بعد قدتون چقدره؟ 1.76. من فکر کنم الان شما داره برای 81 دو کیلو هست. 82؟ 2-3 کیلو. 2-3 کیلو. ترازو رو بده. تو چند کیلویی؟ من الان 78 کیلو. 78 کیلو دقیق؟ من متغیرم، از 78 تا 80 هم. آها. قبل تمرین بعد تمرین. من 82 کیلو.
وید اگه بخوام ظرف مدت مثلا دو هفته 5 کیلو کم بکنم زیاده برای من؟ خیلی. آها نباید. نه اصلا. منم غیر علمی این کارو کردم. الان دکتر تغذیه بهم داره میگه چیکار کن، مواظب باش. من اگر قرار باشه من 5 کیلو رو بعد ظرف مدت چه مدت چقدر کم کنم؟ این که به بدنت آسیب نرسه تو ماه 2 کیلو 1.5 کیلو تا 2 کیلوه. تو ماه 1 کیلو 2 کیلو. یعنی ظرف مدت 3 ماه میتونم 5 کیلو رو کم کنم. بله. برای شماره به سنت بعد نگاه کنی. آره. به وضعیت جسمی نگاه کنی بعد دکتر بهت بگه این کارا رو بکن این کارا نکن. آها. 80 کو چقدر گفت؟ 2 کیلو لباسامو فرض کنیم. 1.5 کیلو 1 کیلو لباسامو فرض کنیم. هست. 81 و 700 82 و 700 حالا بگو 81. به تو افتخار میکنم که تو چشمات ترازوه. آتش باره بسید. بیا. منم الان بعد کنم. الان من چون لباسات هم 1.5 کیلو حساب بکنی. بیشتره. 2 کیلو. یه دستگاهیه که سیستم چربی و همه پروتئینتو میده. با لباسم بری میگه اینقدرم لباس هست. من فکر کنم 2.5 کیلو لباسام. 2.5 کیلو لباس. برو بریم. میشه 79. 79 گفتم متغیر 80. خیلی تو بابا حواست جمع سر. خب بیا. وحید ما خیلی ساله که تو رو به عنوان قهرمان میشناسیم و خیلی هم باهات همیشه حال کرد. از بس برامون خاطر خوش ساختی. سلام. به خدا این خیلی مهمه. حست نسبت به پرچممون چیه؟ من همیشه میگم که اسم وحید شمسایی مهم نیست. میگن وحید شمسایی از ایران. آها. این واسه ما مهمه. ما سفرای ایرانیم حالا به عنوان یه ورزشکار. و بعد پرچمه که میره بالا چیست؟ عشق میکنیم. اصلا زندگیمونه. من همین بازی ها تموم شد پرچم رو اول گذاشتم بوسیدم. بعد رفتم دنبال جه گرفتم. این ادا نیست واقعیه نه؟ نه ما عاشق کشورمونیم. ما هرچی داریم از کشورمونه. میبالیم بهش. جلوی یه دنیا وایسادیم. میخواییم. دوست داریم. علاقمندیم. عاشقیم. و وقتی هم یه کاری میکنیم با عشق بهش نگاه میکنیم. خانواده؟ بله. دمت گرم. من زود ازدواج کردم. یعنی چقدی بودی؟ 21 سال. اولین بچه چند سال بود به دنیا اومد؟ سال 79. 24-5 سالت بوده؟ راجع به خانوادت گپ میزنیم. لبخند تو بزن، باید امتیاز بگیری از جانب تماشاچی تو خونه و بریم برای ادامه. براش بشماریم. چند سالی بشماریم؟ 10 سال. باشو درست. اصولا 5 سنه میشونه. من تو رو دوست دارم 10 سنه. میخوام بیشتر ببینن لبخنده تو. آماده بهش کنی براش. 1 2 3. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تا بریم بیان. آماده؟ بریم بیان. 1 2 3. بریم بیان. انتخاب کردین قربان؟ بله. یه استیک مرغ. استیک مرغ. الله. سلام. آقا خوبی؟ متشکرم آقا. قبول باشه. سلامت باشی. قبول عبد باشی شما. دعا کردیم برای ما؟ برای همه دعا میکنم. برای وحید شمسایی هم دعا کردیم؟ برای همه جوان ها دعا میکنیم. خب اون یه گیجای خودشو داره دیگه. اه؟ آره دیگه. چرا؟ فامیلی ما هم دیگه. اها نسبتتون چیه؟ بالاخره خدا قبول کنه برادر خانوم رو میگه. اوه اوه چه نسبتی. بچه همین محله بو، همین مسجد بو، مسجد های با صفا. اسم مسجد هم بگه. مسجد کومه. الان اگه برای آقای شمسایی میخواستین انتخاب کنین چی میگفتین؟ برای وحید هیچ، چون چیزی نمیخوره.
یه غذایی میخوره دیگه؟ هیچ غذایی نمیخوره متاسفانه. تو طول روز که هیچی، الان یکی دو سال شبا یه غذای خیلی حاضری. نمیدونم چجوری زنده است. دست شما درد. سس چیه؟ سس باریک. آخ 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 آخ. بفرمایید. بفرمایید. ببخشید ما سر غذا اومدیم. خواهش میکنم. بچگیاش که خیلی شیطون بود. یعنی اگر خدا وکیلی بخواهن حساب کتاب بکنیم خیلی باید بره این رضایت بگیره. خیلی شیطون بود، شر بود، تو کوچه عجیب فوتبال بازی میکرد، شیشه خیلی شیکونده، سر حالا کمتر شیکونده. از اون که با من بالا سرش هم خوب شد، هم خوب دیدی که وزنش سر 5 کیلو بود، من رسوندمش به حدود 70-80 کیلو. چاق؟ خیلی، خیلی چاق. خیلی تنبل، تا سر کوچه پیاده نمی اومد، هیچ جایی نه کوهی نه مسافرتی نه هیچ جایی نمی اومد. مامانی هم بود، خیلی مامانش دوستش داشت. خیلی ها، یعنی مامانش یه طرفه بدون اینکه قاضی باشه همیشه رأی به نفع این بود. عطر؟ عطر. عطر؟ عطر. ای بابا. آره عطر، خیلی دوست داره عطر. سلطان. سلطان؟ و همه میگه سلطان. اینا اینجا هم که وقتی میاد تو مسجد اینا همه رو سلطان سلطان سلطان. کلامش سلطان. هنری هم داره یا نه؟ خطش خیلی عالیه، که بچه بودی میگفت، یعنی هدفش این بود که بشه خطات از این طریق پول در بیاره، یعنی امرار معاش کنه. یعنی یه نقطه خیلی. صداش چطور؟ دوست داره بخونه ولی نه، صداش معمولیه. از لبوه قشنگ صحبت میکنه، شوخه، بیریاه، آدم خوشخنده ایه، بی نهایت طنزه. یعنی اگه بازیگرم میشد هر کاره دیگه ای هم میشد موفق میشد. اصلا با باخ بیمه نداره. نه اصلا 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 خدا نکنه ایش یه زمانی ببازه. دیدی مثلا بعد باخ دیدیش؟ اصلا نبینه فلش کن موقع دید باخ اصلا نبینه. نه یه دیگه برو دعوتش نکن، باش رانه رو فلش کن. یه چیزی بهش بگو، این با دهان پر رو به دوربین هر چی دوست داری بهش بگو. امیدوارم همیشه همینجوری سربلند باشه. آقا وحید جون، همین که همیشه بهت گفتم، همیشه صبر رو پیشه بکن، توکل تو به خدا بکن که دالا کردی. خیلی موفقیت درات میاره، همین که تا حالا آورده. سالم زندگی بکنی و همیشه هم انشالله بتونی این راه رو ادامه بدی، مخصوصا تو کسبت مربیگری. راه خوبی رو رفتی وحید. وقتی تو به اهل بیت فقط چسبیدی کمکت میکنن، قطعا کمکت میکنن. یه دومادم دارن که خیلی دوستش دارن. عجیب. شوهر خواهرش اینه؟ بله. شوهر خواهرش خیلی دوست دارن. خانم شما، خواهر وحید، توی دعوا و دلخوری وقت طرف شما رو داری وحیدو؟ نه رو دیگه، این مسئله خانوادگی نه رو دیگه. با زندگی کنه. خیلی خوب. این زندگی رو تو بچرخ. معلوم خوب بوده. معلوم شد داره. بله بله. مخلصم ممنون. قربون شما. وحید شمسایی عزیز اینجاست. آقای گل جهان و خیلی هم باحال و گرم و دوست داشتنی. دمت گرم. هندوانه هم نمیخوره به خاطر اینکه میگه قندش زیاده. چقدر مراقبت عالیه به خدا. دمت گرم. وحید، مربی بودن سخته یا پدر بودن؟ جفتش تقریبا یه جوره دیگه. اونجا مثل پسراتن، وقتی میخوای یه چیز یاد بدی تو خانواده هم بالاخره بچه هاتن، هیچ فرقی نمیکنه. سه تا دختر داری؟ سه تا دختر دارم. ماشاءالله. چیکار میکنی باشون؟ اونا هم چجوری هن باهات؟ خوبن، خیلی رابطه صمیمی داریم. سناشونو بگو. یکیش دوم دبیرستانه، دوتاشون هم دوقلو هن. آره. که سوم تموم شد میرن چهارم دبستان. کیف میکنی ها؟ خیلی داری که روز دخترم هست. درنچه ما برنامه رو شادیشو تقدیم کردیم به همه دخترای ایران. به دخترای تو هم میرسه، مبارک باشه. لطف دارید شما. خیلی بابایی هم. خب؟ بازی دارم، من زنگ میزنم بابا نماز میخونیم واسه، دعا میکنیم واسه، بعد نذر میکنم، بعد میگن خودت بده. یا خب نکنید، یه خودم نظم میکنم دیگه. بذاری خودم نظم کنم دیگه. آره. الان بخوای با خانواده حرف بزنی مستقیم، چون دارن میبینن، چی میگی بهشون؟ مستقیم، انگار ما اینجا نیستیم.
پاشو بشین پاشو. برو آب بیار، برو چایی. نه چون خیلی دوست داشتن تو این برنامه رو، خیلی دوست داشتن شرکت کنن. اه چه خوب. سه تا بچه هم و من هم از تمرین اومدم. قول میدم یه روزی از شما اجازه بگیرم بیان اینجا شما رو ببینم. با کمال میل. خیلی علاقه مندم. با کمال میل. این برنامه. با حتما قدمشون سر چشمه. من هم زنده من برنامه شما رو صبح میبینم، بعد از ظهر میبینم، شب میبینم، دوست دارن دیگه. چه خوب. و خیلی خوشحالم. حتما قول میدم بیارمشون اینجا. مستقیم به خودشون بگو. ستاتون رو میارم اینجا چون خیلی دوست دارید. قول میدم. چی حالتو بد میکنه وحید؟ بد قولی. خودت خوشحالی؟ شدید. اه؟ راست دقیقه و ثانیه. من الان به هر کدوم از بچه های تیمم زنگ بزنید وحید شمسایی چجوریه، میگن خوشقول، پای حرفش هست و اینم یه رازی از موفقیت بوده دیگه. حتما. چه وقتی خوشقول هستم و پایبند اصل و اصولم هستم بهش میرسم. آفره. خیلی مهمه. به خواب چقدر؟ میانگین. شب مسابقه دیگه زیر 8 ساعت نمیخوابم. آها. شب مسابقه 8 ساعت بعد پر. باید 8 ساعت پر شه. تا 10 ساعت هم میرسه. خودم عذاب نمیدم که حتما مثلا ساعت 11 شد 10 شد برم بخوابم، نه. میذارم خسته شدم بعد ولی اونو پر میکنم. در حالت عادی مسابقه نداشته باشه چرا؟ دیگه اونم همیشه 6 7 ساعت هستش دیگه. 6 7 ساعت. ولی به 10 ساعت نمیرسه. نه به 10 ساعت نمیرسه. فکر میکنم که عامل موفقیت یه ورزشکار هم اینه که خوب استراحت کنی، به تغذیت برسی و حرفه‌ای فکر کنی، تو هر زمینه میتونی موفق باشی. خوشبختی؟ الحمدلله اون چیزی که خدا بهم داده همیشه شاکرش. خوشبختی چی هست؟ اینکه خدا بهت نگاه کنه و خدا رو صد هزار مرتبه شکر نگاه کرد. خوبم نگاه کرد. سوال، یعنی خدا به بقیه نگاه نمی‌کنه؟ چرا؟ خدا به همه بنده‌هاش نگاه می‌کنه. خب. من خوشبختی رو تو خودم نگاه کردن خدا می‌بینم و خدا به همین که خدا تو رو نگاه می‌کنه تو احساس خوشبختی. من تو همه ابعاد زندگیم شاکر خداوند بودم، چون واقعیت من این جایگاهی که به دست آوردم به لطف خودش بوده و به برکت خودش بوده. اینم که میگه که از تو حرکت از من برکت، من به عینه دیدم. من این حرکت رو کردم، سختی رو کشیدم. برکتش هم بید. مبارکت باشه. سلامت. وقتی حالت بد میشه چیکار میکنی خوب شی؟ قلقت چیه؟ کلاف و عصبی میشی؟ خیلی دوست دارم تنها باشم. و یه دوست خیلی خوب دارم، نمیخوام اسمش رو بیارم، اینو تو خودم ریختم، خودش هم میدونه. خیلی عجیب غریب بهش نزدیکم و اون خیلی به من نزدیکه و تو همه این ناراحتی هم سریع باش ارتباط برقرار میکنم. اول از خدا میخوام که همیشه این صبر رو به من بده که سریع برگردم تو ناراحتیم و ارتباطی که با دوستام برقرار میکنم سریع منو به اوج میرسونه. ممنونشم. دم همتون گرم. برکت. چی میتونی الان یه چیزی که از ته قلبته و فکر میکنی به درد ما میخوره بهمون بگی؟ من که کوچیکتر از همه شما، من واقعیت. خیلی خب باشه، کوچیکتر بگو. ولی من چیزی که واقعا بهش رسیدم این که دعای خیر پدر مادر، یعنی شما هر چی خوبی کنید به پدر مادرتون، من مادرم دستشو میزنه رو زمین و این برکت رو دیدم ازش برای خودم و پدرم. و اینکه یه خانواده خوب داشته باشی، دوست خوب داشته باشی و همیشه دستتو بذاری رو زانوت و به خدا توکل کنی، قطعا به اون چیزی که میخوای میرسی. دمت گرم. وحید، بیرون از اینجا حاضری چی کار بکنی که قولشو به ما بدی؟ یک روزی، یک جایی، یک کاری بکنی یا دو خوشحال شد؟ دوربین ما هم یاد نشونش. فقط چون الان این حرفی که میخوام بزنم، چون من برنامه تون رو دیدم. خب. دیدم که چه حرفایی رد بوده شده، چه کارهایی انجام شده و بسیار کار شیک و قشنگیه و من ممنون شما. مخلصم. فقط این برمیگرد تقریبا به یه 20 روز یک ماه بعد. خب. اشکالی نداره. نه نه نه. من جشن نیکوکاری رو دوست دارم شرکت کنم و تعدادی که چون بچه مدرسه ای دارم، یه سری که دستشون نمیرسه و نمیتونن و دوست دارن وسایل مدرسه رو داشته باشن، من چند نفر رو تقبل میکنم و وسایل مدرسه شون از دفتر و خودکار و مداد و کیف و
چیزی که توانم هست و قطعا دوست دارم انجام بدم. دمت گرم. با تمام وجودم هم انجام. دمت گرم. چند تا بچه؟ دوست دارم منیت 5 تا به 5 تا بدم، ولی 5 تای خوب بدم. آها، قشنگ مرتب کیف کنن. بله. آره، همه چی سر جاش. بله. برکت. دمت گرم. وحید بلدی جوک تعریف کنی؟ خیلی هم سریع شد. یه بنده خدایی میره صف نونوایی، میونه صف مردونه، خیلی عجیب غریب شلوغه. میره خانومه کسی نیست، میره به یارو میگه که خانومم گفته دوتا نون بدید. یه عالمه تندیس و کاپ و جام و از این چیزا داری، اینم بذار اون لا، این بچه ماست، خیلی هم قشنگه، ما هم با عشق داریم تحویلت میدیم، هیچ کدوم از اون جام‌ها رو با این عشق به تحویل نده، این از خیلی عاشقانه داریم تحویلت میدیم. قطعاً این بهترین جایزه یه که من تو عمرم گرفتم. اینه! بله، به این که 780 هم هدیه داده که تقدیمت میکنم. سلام. مخلصم. دست شما درد. دورش پته خوشگل بزن، کلات قشنگ بیچین، خیلی خوشگل، عالی، احسن. چند ساله تو این کاری؟ بنده حدوداً 48 ساله تو این کارم. دیگه الان وقت پول پارو کردنه دیگه. نه پول پارو کردن که چرت کنم، ولی خب کار میکنیم، کارگرامون مشغولن، اون مشت زن بچه دارن، اون میخورن، خدا شکر. کارشون خوبه؟ الحمدلله، خدا رو خوشحالم، خندونم. برنامه شما که جای خود داره، برنامه مغازه ما هم خنده، خندوانه هست. میگن و میخندن و حال میکنن. بر مبنای خنده هست. بله، 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 بله. یه توضیح به ما میدید؟ چجوری اصلا سوهان درست میشه؟ از آردی که ما میدیدیم داخل پاتیل شروع میشه با جوانه گندم. این با حرارت زیاد باید یواش یواش این آرد برگرده، رنگش برگرده، بعد یواش یواش باید این انقدر بجوشه تا آباش تموم شه، حالتی که پیدا کنه. شکر می‌ریزیم، بعد روغن کره می‌ریزیم. کره اصل می‌زنید یا روغن؟ ما کره اصل می‌زنیم، کره رو می‌گیریم، دوغش رو می‌گیریم، روغن کره رو به دست می‌آریم، روغن خالصش کار می‌کنیم. ضرر نداره؟ سوهانمون رو می‌برن آزمایشگاه، هفته یه بار آزمایش می‌کنن. یه وقت چیزی نباشه توی، زعفرون گلابی نباشه، روغن کره گلابی نباشه، پسته گلابی نباشه، خراب نباشه. شما با دندون پزشکای شهر قم هم قرارداد دارید؟ با دندون پزشکی ها قرار دارن، دندون پزشکی دندون چه خراب کردن؟ اتفاقا سوهان و هرچی بخورن دندون رو خراب نمیکنه. این دندون پزشکا چیزی هم به شما میدن؟ اتفاقا مشتری ها ما هستن بابت خرابی دندون. مشتری های ما هستن میان میخرن، خودشون میرن استفاده میکنن، میگن دندون ها رو خراب کنید. سوهان رو میبرن استفاده میکنن، مشتری ها مونن دندون سازی های بزرگی ما. کسی تا حالا نیومده بگه دندون من خراب شده؟ باور کنید این چند ساله من ندیدم کسی بگه دندونم خراب شده تو سوهان، ولی تو گرد دیدم گفتن دندونمون اف کرد. مثلا میخوریم دندونمون درد، ولی تو سوهان ندیدم دندونمون شکسته. نه، همچی چیزی ندیدیم ما اصلا. اصلا تا حالا همچی موردی ما نداشتیم. ظرف سوهانو بیاره بگه آج آقا این کپک زده. همچی چیزی الحمدلله نداشتیم تا حالا، همچی موردی نداشتیم. خیالمون راحت باشه دیگه. خیالتون تخت تخت باشه. قشنگ سوهانو با آرامش بخور. با آرامش خاطر خودش حتما سوهان انرژیزا هست، آرام بخش هم هست. استفاده کنید با خیال راحت.
سوهان گله مال تقریبا 25 سال پیش زده شده، سنتیه تقریبا، ولی کارهای جدیدتر هست، ولی تقریبا اینا دیگه سنتی حساب میشه دیگه. از قدیم این سوهان بوده؟ بله از قدیم بوده. اولا دندون میشکسته، الان دیگه نمیشه؟ الان نه دیگه، الان اینقدر ترد و خوشمزه است که میذاره دهن آب میشه دیگه. مشتری هم زیاد داره. زیاد داره، زیاد مشتری داره. هر کی میاد اینجا، هر کی میاد اینجا حرم زیارت و اینا، سوغات میخره میبره. بله سوغات قوم دیگه، سوهان میخرن استفاده میکنن. بعد دفعه دیگه هم میاد باز میاد بخره. بله مشتری داریم که چندین سال مشتری مغازمونه، میان خیلی تعریف میکنن. ناقابله. دست شما اینو بدید به آقای رامبد جوان. زحمت افتادی. اینم بدید به آقای جناب خان. خیلی ممنون. سلام ما رو به خندمانه یا همگی برسونی. بگید ایشالله همیشه شاد باشید که همه رو شاد بکنید. در کمپین قطره قطره همچنان داره تعدادمون بیشتر میشه. ما هم تعداد فکر میکنم 5 روستا رو داریم بررسی میکنیم که کدوم رو انجام بدیم. نهایتا تا 2-3 روز دیگه روستای مورد نظر رو تشخیص خواهیم داد و انتخاب میکنیم و میریم به سراغش برای تأمین سیستم آبیاری قطره‌ای و جلوگیری از هدر رفتن آب لاقل در همون اندازه و در همون محل. خب بریم برای آواز، موافقین؟ بله. عالیه. هم با هم بگیم 1-2. این چه کیک تولدیه؟ کیک یزدی. گفتم به همه برسه. تعداد بالا. باریکلا. تازه و تازه. اینقدرم زحمت کشیدم. آفرین. اینقدرم زحمت کشیدم. چه شادیه امشب. او چه شادم هست. امشب. خوشحال داره زمزمه میکنه. مبارک باشه. مرسی مرسی. خود درست کردی واقعا؟ بله. قبول باشه. آقای شاه حسینی؟ بله. خودت درست کردی؟ بله. نه. پس چرا مکس میکنی؟ پس این همه ماجرا و لباس و برو و بیا چی شد؟ کیک تولد خونه رو برای ترنم درست کردم. آن برای ترنم درست کردی؟ بله. به به. دست شما درد نکنه. روشو جونه. خیلی خوب. بهتر بود اول برای خانم ما میگرفتیم. متشکرم. چه خوب درست کرد آقای قنات. آره آره. همه گیرشون اومد چینی بچه ها؟ بله. دوشه جونت تشریف بیار اینجا. تولد مبارک شاه حسینی. بیا. خب خوشمزه است. بهتره مردم ایران بلند میشین. مردم عزیز ایران، دوستتون داریم، خیلی زیاد ببخشید. کمربند رو باز میکنیم. 1-2-3 شیلیش. و براتون آرزو میکنم که سر حال قبراق باشین. بازم روز همه دخترها و تولد حضرت معصومه که سلام خدا بر او مبارک باشه. دخترها کیف کنن، پدر مادرهای دخترها هم کیف کنن. و میریم پس خداحافظ. 1-2-3 شاد باشی. 1-2-1-2-3-4 یه روز یه مرد تنها و خسته گفت دیگه پاشو قصه بسته. گفتم چطور تو این وضعیت؟ گفت بی خیال بیا با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بازاریا سر کار زیر بارون، تو صفه نون، تو خیابون، تو بیابون، تو زمستون یا تابستون. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. از سه دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند.
بخند بخند از سر دل بلند، اخماتو واکن با من بخند 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 از سر دل بلند، اخماتو واکن با من بخند 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 از سر دل بلند، اخماتو واکن با من بخند 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 از سر دل بلند، اخماتو واکن با من بخند 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 از سر دل بلند، اخماتو واکن با من بخند 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 از سر دل بلند، اخماتو واکن با من بخند 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 از سر دل بلند، اخماتو واکن با من بخند.